حیات جمعیتی در تاجیکستان تدریجاً به نظام نو و معاصر جهانی شامل می شود. با کوشش و تلاش های حکومت و نهاد و ساختارهای مربوطه کشور، دستاوردهای نوترین علم و تکنیک به روزگار ما وارد می شود. و یکی از عامل های اساسی دستیابی به کامیابی های بزرگ اقتصادی و اجتماعی را کارشناسان محض به همین نسبت می دهند. قدم استوار دیگر در این سمت شامل شوی تاجیکستان به عضویت سازمان عمومی جهانی سودا بود که از این رویداد تاریخی همینک یک سال سپری شد. پس از شامل شوی به سازمان عمومی جهانی سودا، جمهوری تاجیکستان یک زمره عهده‌داری ها را به دوش گرفت که در این بستگی قانونگذاری ها و فضای سیاست تجاری خود را در سمت های گوناگون اقتصادی باید به معیارهای سازمان عمومی جهانی سودا مطابق گرداند. انجام اصلاحات در سایه خدمتگزاری ها در سمت های گوناگون در مرحله پس از عضویت اهمیت اولین درجه دارد. یکی از این سمت های مهم خدمتگزاری های مخابراتی می باشد. اصلاحات در این سمت و آزادسازی سایه مخابرات به بخش خصوصی امکان می دهد تا از عضویت کشور در سازمان عمومی جهانی سودا منفعت بیشتر ببیند و به چالش های احتمالی نیز آماده گردد. تاجیکستان به عهده‌داری‌های خود در مورد اجرای اصلاحات در سایه مخابرات و در همه سایه‌های دیگر اقتصاد صادق می‌ماند تا همه قانون‌گذاری‌ها را به معیارهای سازمان عمومی جهانی سودا موافق بسازد. عضویت تاجیکستان در سازمان عمومی جهانی سودا بدون شبهه به جمهوری در فراهم آوردن فضای رقابت پذیری در بخش خصوصی مساعدت می‌نماید. موضوع مورد نظر در یک همایش کارشناسان داخلی و خارجی که روز 19 مارس سال روان در شهر دوشنبه برگزار گردید مطرح شد. عهده‌داری های جمهوری تاجیکستان در برابر سازمان عمومی جهانی سودا در بستگی به مخابرات و خدمت‌رسانی های علاقه. نمایندگان وزارت رشد اقتصاد و سودا، مشاوران مرکز تجارت بین المللی، کارشناسان داخلی و خارجی و نمایندگان وسایط اخبار عامه طول یک روز امکان داشتند که در همدستی شرط و شرایط های خدمت رسانی مخابراتی و علاقه در تاجیکستان را که به شبه یک عامل مهم تامین اشتراک با ثمر کشور در معاملات مالی و بازاری عمومی جهانی می باشد مطرح نمایند. در جریان این دیدار مسئولین وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان عهده‌داری های قبول نموده کشور را دایر به فراهم آوردن دسترسی به بازار مخابرات شرح دادند. همچنین از جانب مشاوران ارشد مرکز تجارت بین المللی محتوای عمومی قاعده های کلیدی سازمان عمومی جهانی سودا در مورد خدمت رسانی های مخابراتی معرفی کرده شد. توجه حاضرین همچنین به منفعت هایی که بخش خصوصی از اصلاحات و آزادسازی لیبرالیزاسیای سایه مخابرات می‌بردارند و چالش‌های این اصلاحات جلب گردید. یک مسئولیت بزرگی که حکومت جمهوری تاجیکستان با وارد شوی به سازمان عمومی جهانی سودا به عهده گرفته است این لگالیزاسیا یا رسمی کنونی فعالیت همه پرووایدرهای در کشور عمل کننده می باشد. ما می دانیم که برابر به پرووایدرهای ملی امروز در تاجیکستان تامین کنندگان اینترنت از حساب تشکیلات و سازمان های خارجی زیاد نیست فعالیت خوب دارند
و کار و فعالیت آنها در نظامی معین صورت میگیرد. باید بگویم که حکومت کشور با تهیه کنسپسیا و برنامه‌های مکمل در این سمت تشبث‌های زیادی نشان می‌دهد که این با طلبات سازمان عمومی جهانی سودا مطابقت می‌کند. نوابسته به این برای باز هم آزاد و شفافتر گردانیدن فعالیت پرووایدرهای اینترنتی و خدمات علاقه و کامونیکاسیا چندین کارهای دیگر نیز انجام دادن لازم است. نقطه دیگر نیز می‌خواهم تاکید نمایم که در دایره سفر خود به تاجیکستان من با نمایندگان دایره‌های صاحبکاری و بخش خصوصی کشور صحبت ها داشتم. تمام یک سالی که تاجیکستان عضو سازمان عمومی جهانی سوداست، بخش خصوصی بیشتر فعال شدند و امیدوارم که با این بازار بزرگ با محصولات خوب و بزرگیر وارد شوند. دوام یک سال عضویت به این سازمان با نفوذ جهانی علاکای در بعضی ساحه‌های مهم خواجگی خلق از جمله در رشد و نمو بخش خصوصی یک قطار تحولات تازه احساس می‌گردد. برای مثال روند با سرعت رشد اقتصاد بازاری هرچی بهتر و بهتر گردیدن فضای سرمایه‌گذاری و در این بستگی همگیرایی کامل با جریان اقتصادیات جهانی از مهمترین منفعت‌های این عضویت می‌باشد که همینک در ساحه‌های مختلف تاجیکستان به نظر می‌رسند. در این مرحله و با توجه به عهده‌داری های خود در مسئله تأمین شفافیت خدمت رسانی های مخابراتی، اکنون کشور ما را می باید که مقام مستقلیت تنظیمگران این بخش را تأمین نماید. تجربه کشورهای ترقی کرده اعضای این سازمان با نفوذ نشان می دهد که برای پیشرفت و رشد ساحه تلکامونیکاسیا ضرور است مقام مستقل تنظیمگر تأسیس داده شود و چون این روند در کشور ما به نقشه گرفته شده است و آن در برنامه ای که از جانب وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان در یک جایگی با کشورهای در یک جایگی با وزارت اداره داخلداری جمهوری تهیه گردیده شده است. این نقشه چوره بینی ها در آنجا درج گردیدند و با قبول گردیدن این برنامه نقشه چوره بینی های آن می توانند عملی کرده شوند. از داخل شوی جمهوری تاجیکستان با سازمان عمومی جهانی سودا برتریت ها و منفعت های زیاد را ما انتظار هستیم. اول اینکه گزارش به اقتصاد بازاری، دوم اینکه تشکیل خوبی فضای سرمایه گذاری در کشور مهیا ساخته می شود و سوم اینکه همگیرایی به اقتصاد جهانی برای ما باز هم فراختر می گردد. اینچنین باید قید کرد که از داخل شوی به این سازمانی با نفوذ استحصال کنندگان داخلی و همچنین استحصال کنندگان خارجی باید برابر برخوردار باشند. در سازمانی عمومی جهانی سودا طلبات و معیارهای موجود هستند که نوابسته از حجم اقتصاد آن برای تمام کشورها برابر پیشنهاد کرده می شود. در سازمان عمومی جهانی سودا نظامی بیشتری مساعد عملی می نماید که آن نظام از آن شهادت می دهد که این نظامی بیشتری مساعد اگر یک کشور نظامی افضلیت ناک یا نظامی مساعد را به کشور اعضای سازمان عمومی جهانی سودا پیشنهاد نماید حتما باید این نظام به تمام اعضای سازمان عمومی جهانی سودا پیشنهاد کرده شود. اگر توجه کنیم به پیدایش و رشد شبکه جهانی اینترنت در تاجیکستان، به نظر می رسد که این ساحه در عصر 21 مهمترین در کشور ما نیز مرحله به مرحله رشد می کند و پهلوهای گوناگون حیات جمعیتی را هرچی بیشتر فرا می گیرد. وارد شوی و رشد اینترنت در تاجیکستان به سه مرحله جدا نمودن ممکن است. مرحله اول که سال 94-95 از گذشته آغاز می گردد، این مرحله خدمات های انعنوی
اینترنت مثل پوست الکترونی و مبادله فایل ها. مرحله دوم از دکمبر سال 98 آغاز می‌گردد، این مرحله خدمات های آنلاینی اینترنت، این خدمات هایی که توسط از جمله زمینه وب یا تورانکبوت جهانی یا وب جهان گستر رسانیده می شود. و مرحله سوم می توان گفت تطبیق اینترنت در حل مسائل های ملی تاجیکستان وطنی ملی، که این مرحله با تقریبا از سال 2005-2006 آغاز می گردد، از همون دوره ای که رشد بازار موبایلی خدمات رسانی موبایلی اوج اعلای خود رسید و از همون زمان رشد تا به امروز دوام دارد. در نقش شرکت های اینترنتی که دسترس کنندگان اینترنت و شرکت های خدمات رسانی های دیگری تکنولوژی رقمی به مثل موبایلی در هرچی خوبتر استفاده بردن امکانات هایی که تاجیکستان در دایره سازمان جهانی سودا به دست آورده میتواند نهایت مهم بوده میتواند، به اون خاطر که پیش از همه این شرکت ها علاقه تجربه همکاری رو در سطح بین المللی دارند، در بازار منطقه نهایت فعال هستند. طوری شما میدانید تکنولوژی گوناگون نوین اولین شده در تاجیکستان، در سابق کشورهای شوروی اولین شده در تاجیکستان تطبیق گردیدند و امروز باز هم این پیشرفتی شکر ادامه دارد. و سپس تر خدمت رسانی های هم اساسی اینترنتی و تلکامونیکاسیونی، هم خدمت رسانی های ارزش اضافه با اصطلاح value added services که این شرکت ها میتوانند رشد دهند. چون که سازمان جهانی سودا پیش از همه اوید با سه سمت گفتن ممکن است مناسبت ها در سه سمت براه مانده شدند. پیش از همه این فروش خدمت رسانی ها یا خدمت ها، فروش مال و مواد و سیوم حفظ مالکیت ذهنی و فروش مالکیت ذهنی. طوری که اگر ببینیم خدمت رسانی شرکت های وطنی حد اقل در دو سمت نهایت فعالند، در فروختن خدمت رسانی های گوناگون و ایجاد خدمت رسانی های تلکامونیکاسیونی و سپس رشد مواد ذهنی وطنی. طوری که ما میدانیم تکنولوژی نوی که در تاجیکستان تطبیق شدن آنها مطابق گشتند به شرایط تاجیکستان و حتی هستند شرکت های وطنی که در همین جاده ایجاد کردند، یعنی ایجاد خود را دارند، مالکیت ذهنی وطنی را تقویت بخشیدند و یعنی آگاه هستند از برتری های حفظ مالکیت ذهنی و ایجاد در همین ساحه. از آن که جنبه اساسی عهده‌داری های تاجیکستان در نزد سازمان امور جهانی سودا را در این مسئله فراهم آوردن شرایط و امکانات یک خلای رشد برای همه اشتراکچیان بازار مخابراتی و تامین کنندگان دیگر خدمتگزاری های تلکامونیکاسیونی تشکیل می‌دهد، صاحب نظران چنین عقیده دارند که ما باید این امکانات ها را از زاویه ارزش های ملی از جمله منفعت های اقتصادیات داخلی استفاده بریم، یعنی اشتراک در این بازار باید هوشمندانه صورت بگیرد. سازمان جهانی سودا این کشادانی نه تنها کشادانی بازار وطنی با دیگر کشورها است، بلکه کشاده شوی دیگر بازارها و بازار و شرکت های وطنی ما می باشد. علاوه بر این امکان می دهد علال خصوص در سایه تلکامونیکاسی، اگر ما در تنظیمگر مستقل داشته باشیم، یکی از هدف های استراتژی دولت که تبدیل دادن تاجیکستان به کشور ترانزیتی منطقه آسیای مرکزی، ترانزیت تلکامونیکاسیونی آسیای مرکزی هست، نهایت آسان می گردد. چون که برای با این، یعنی این چی معنی دارد؟ ما می خواهیم که توسط از امکانات های جغرافی خود استفاده بریم، آن محدودیت های جغرافی که داریم آنها رو به برتری ها تبدیل دهیم و توانیم که به دیگر کشورهای همسایه خدمات های ترانزیتی انتقال داده ها و صدا رو رسانیم، به افغانستان، به قرقیزستان، حتی به چین، به ازبکستان. چرا این کارو نکنیم؟ علاوه خصوص هنگامی که ما برتری نهایت خوب داریم، سرحد کلانترین گفتم دراسترین با همسایه خود افغانستان داریم و می توانیم که
خدمات رسانه‌های تلکامونیکاسیونی رو از سمت اروپا به کشور و از این کشور به سمت اروپا برهمونیم با همین رو موقع خود رو مستحکم گردانیم و تنظیمگری مستقل کفیلی هرچی هم باز هم فعالتر گشتن شرکت های وطنی و جلب شرکت های خارجی می شود همکاری ها با شرکت های خارجی چونکه تنظیمگری مستقل از نگاهی از عهده‌داری های سازمان جهانی سودا این کفیل شفافیت کفیل استانداردهای یگانه کفیل حفظی راه ندادن به مونوپول یک شرکت در کشور میگردن و هرچی بیشتر شرکت های گوناگون رو جلب می نماید تاجیکستان به یک کشوری کلیدی منطقه آسیای مرکزی تبدیل می آمد مثل پیشین در مسئله اجرا نمودن این عهده‌داری ها نیز کارشریکان تاجیکستان از جمله مرکز تجارت بین المللی شرکت فعالانه دارد مثلا جهت اجرای تشبث های صاحبی که با درخواست کشورهای عضو تاجیکستان روی دست باید بگیرد سهم مشاوران و متخصصان این مرکز بزرگ است در جمهوری تاجیکستان این تشکیلات مرکز تجارت بین المللی در دایره برنامه همکاری های تجارتی در تاجیکستان آید با بالا بردن سطح آگاهانی دایره تاجران و صاحب کاران آید به مسئله های سوس کارهای معینه را به انجام رسانده ایستاده است با درخواست کشورهای اعضا جمهوری تاجیکستان به پنج تشبث صاحبی را قبول نمود تشبث ظاهر نمودن به ساحه از آن شهادت میدهد که در این ساحه باید باجهای وارداتی تا سطح صفر رسانده شود یا اینکه پس کرده شود و با نظر داشتی تاثیر منفی این تشبث ها به اقتصادیات کشور از جانب وزارت رشد اقتصاد و سودا در یک جایی با عالمان ساحه و تشکیلات های مالیوی بین المللی تحلیل گذرانده شد و تاثیر منفی این تشبث ها به اقتصادیات معین گردید و در این روند پنج تشبث خیلی قید کردیم در بالا پنج تشبث ظاهر کرده شد که یکی از این تشبث های صاحبی این ساحه تکنولوژی اطلاعاتی می باشد باید قید نمود که با در نظر داشتی دستگیری مال استحصال کنندگان وطنی گروه کاری آید به داخل شوی جمهوری تاجیکستان با سازمان امور جهانی سودا توانست تا اندازه منفیت های مال استحصال کنندگان داخلی را حمایت نماید و این اگر چند که تشبث های صاحبی ظاهر کرده شده باشند هم مثلا در ساحه تشبث های صاحبی که در ساحه تکنولوژی اطلاعاتی گرفته شدند و چهار تشبث دیگری که گرفته شدند آنها با دوره گذشته 5 ساله قبول گردیدند و این معنای آن را دارد که جمهوری تاجیکستان بعد از 5 سال از عضوشوی میتواند این تشبث ها را اجرا نماید ما همین با نداشتن تنظیمگری مستقل و خالص موقع خودمون را تنگ میگردانیم در دایره سازمان جهانی سودا گفتن ممکن است که اگر ما همین بندی عهده‌داری رو اجرا نماییم بسیار بندهای دیگری که وابستان دویم درجه اند وابستان از تنظیمگری مستقل اونها خود به خود حل خود رو مییابند یعنی مشکلی اساسی اگر گفته توانم مشکلی اساسی این نداشتن تنظیمگری مستقل در همین وقت و ساعت است چون که ما یک برتری نهایت خوبی رقابت پذیری یا که سبقت پذیری در منطقه داریم که اون درو دراز بوده نمیتواند ما کشوری دویوم پس از قرقیزستان هستیم که به عضویت سازمان جهانی سودا نائل گشتیم اگر در مقایسه با کشورهای سابق شوروی گیریم دیگر کشورهای همسایه های ما اعضا نیستند و این برتری رو ما میتوانیم استفاده بریم یعنی ما علاقه در سطح بزرگ گلوبالی اندیشرانی میتونیم کرده و با معیارهای بزرگ گلوبالی میتونیم چوره ها اندیشیم که البته این موقع هم اقتصادی هم گیوپالیتیکی ما رو در سطح آسیای مرکزی مستحکم میگرداند گذشتن به اداره کنی الکترونی ساختار و مقامات گوناگون از هدف های اساسی پیگیری شونده حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد و پی تطبیق آن تدبیرهای سری وقتی نیز عملی میشود
از جمله به معلومات خدمات علاقه کشور، عینی ها تقریبا در همه ساختار و اداره های دولتی تاجیکستان، برنامه دولتی کامپیوتر کنونی مقامات محلی برای سالهای 2012-2015 و دیگر شرایط و امکانات معاصر خدمت رسانی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی تطبیق گردیده است که این راه منبعده ما را در سمت رسیدن به هدف های نهایی اقتصادی و اجتماعی و برداشتن سود از عضویت به سازمان عمومی جهانی سودا هموار می کند.